بیتا جان من دارم میرم، کار نداری؟ نه عزیزم، برو به سلامت، مواظب کوچولوتم باش. باشه حتما، خدافظ. خدافظ. بله. آخ ببخشید، اصلا یادم نبود. باشه باشه، تا یه رو به دیگه خودمون میرسونم. خداحافظ. خداحافظ. پیاده شد. دست نه نکنید، زحمت کشید. چقدر میشه؟ پنج تومن. چه خبره پنج تومن؟ من خلاف کردم سوار موتور شدم. مرد حسابی، هم اول بهت گفتم پنج تومن بده برو. من یه روزی عجله داشتم. پنج تومن بده برو. چه پنج تومن؟ عجبه. بفرمو. دو تومن. میگم پنج تومن. عزیزم بده. من هر روز دو تومن. پنج تومن به من بده برو. همینی که هست، میخوای بخوای، نمیخوای نخوا. سلام عزیزم، خوبی؟ ممنون. سارا میای با ما بازی کنی؟ از مامان اونجا اجازه بگیرم میام. بادت شم. خیلی خوب بچه ها، کار نداری؟ نه ممنون. خدافظ. خدافظ. خوب بود ماما؟ آره. آره؟ خدا میشود. برو تو هستم. خب میگی چه کار کنم؟ مادرمه، نمیتونم از خونه خودش بیرونش کنم. تو گفتی فقط یک سال با ما زندگی میکنه، اما الان 5 ساله که گذشته، تازه میگی چه کار کنم؟ مگه ندیدی دکتر چی گفت؟ مادرم احتیاج به مراقبت بیشتر داره. آلزایمر، میفهمی؟ آلزایمر. لطفا دوباره شروع نکن، خودت هم خوب میدونی اونجا بهتر بشه میکنم. اشتباه کردم، خودم میخوام ازش مراقبت کنم. نمیتونم، میفهمی؟ نمیتونم. عجله نکن، میخوای زمین ها؟ چی شد؟ چی شد؟ یا باید منتظر خودت باشیم یا دوستات؟ خیلی خوب، زنگ زدم گفته الان میام. شما هم که هیچ وقت تأخیر نمی کنی. ما هم که هیچ وقت منتظر شما نمی مونیم. داداشم نه، اصلا اهل این حرف هم. بیتا اومد. سلام، سلام.
سلام. داداشم سامان، آقا حمید، دوست سامان. خوشبخت. ایشون هم دیتا جون، هم دانشگاهی من، یکی از بهترین دوستای من. چیزی میداری؟ نه ممنون. بهتره در مورد برنامه همون صحبت بکنیم. راستیتش من میخوام یه فیلم بسازیم در مورد استاد ایرانمنش. خب حالا این استاد ایرانمنش استاد چی هست؟ استاد ایرانمنش استاد ادبیاته، نویسنده است. البته یکی دو روز پیش دولتو شروع کردی، فقط مونده هماهنگی با خود استاد. ببخش من تلفنم رو جواب بودم. سلام آرزو جان، شما؟ کدوم بیمارستان؟ بیا همون جو، اینم همون آدرسی که خواستی، پیاده شو قربونه. ده پسرم، خدا بده برکت، مراقب خودت باش همون جو. الو جانم بیتا، کدوم بیمارستان؟ پایسا اومده. دخترم مادر بزرگ کجاست؟ سلام، نمیدونم، فکر کنم تو اتاقشی. متأسفانه داروها هیچ تأثیری در روند بهبودی همسر شما نداشته. پس چاره چی های دکتر؟ من باید چیکار کنم؟ پیوند. هرچه سریعتر باید همسرت نمر بشن. ما الان یک سال تو نوبت دریافت عضوی، ولی اهدا کننده پیدا نشده آقا. مگه به شما اطلاع ندادن؟ چی؟ عجیبه، شما در جریان نیستین. من متوجه نیستم چی شده. خانواده ای رضایت دادن که اعضای بیمار مرگ مغزشون رو به بیماران دیگه اهدا کنن. و اینم باید بگم که بیماران زیادی در لیست دریافت عضو هستن و شما زمان زیادی ندارید. هرچی سریعتر هزینه را جور کنید. خدا رو شکر آقا، هزینه عمل هر طور شده جورش میکنم. تعجب من از اینه که با این شرایط بیماری شما چطور اجازه دادنشون برن سر کار. باید هر چه زودتر عمل بشه. اهدا کننده پیدا شده. خب خدا رو شکر. ولی هزینه عمل خیلی بالاست. خب جورش میکنم. چه جوری جورش میکنم؟ یه هفته بیشتر وقت نداریم. بعدش عضو میدم به یه بیمار دیگه. تو میدونستی آرزو میره سر کار؟ میدونستی و گذاشتی با اون حالش بره؟ آره؟ خواستم بهت بگم، اما خودش اصرار کرد چیزی نگم. چرا؟ آی دکتر، از این بیمار ما خبر تازه‌ای ندارید؟ خدمت شما عرض کنم، الان از بالا سر بیمار شما دارم میام. ولی متأسفانه بیمار شما در حالت کما به سر میبره. آی دکتر، کاری از دست ما برمیاد؟ داره زودتر به شما دنش؟ کاری از دستون بر نمیاد، فقط دعا کنید. این بیمار تنها سر نخماست،
اگه بروش نیاد تمام زحمات شب اون روزی بچهای ما به هدر رفته. لطفا یه کاری بکنید. جناب ما طبق وظیفمون عمل میکنیم. مطمئن باشید از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم. ممنون از لطفتون. اگه خبر تازه‌ای شد ما هم در جریان بذارید. چشمت کن. باجزت. خدا نگهدارتون. آدرسی چیزی ازش نداری؟ شماره تلفنی؟ آخرین آدرسی که ازش دارم مال 2 سال پیشه. مشکل نداره، حالا یه سر میزنیم شاید هنوز همونجا باشه. باش بری. بچه ها اون شعری که با هم تعمیر کرده بودو واسه عمه بخونی؟ با دست کوچکم دست میرم پیش خدا با دل و پاک و روشن دعا کنم دادا بازی خدای مهربان بشنو دعای مرا دعا برای مادرم دعا به شادی بابا به خانه ها صفا بده به جان ما وفا بده. آفرین خودی؟ حالا واسه یه عمه دعا کنی؟ خدایم خدایا عمه پاش خوب بشه. آمین. میخوری دیگه؟ خب بچه ها بریم بیرون، میخواد عمه استراحت کن. پاشین پاشین زود. سلام خانم. سلام، خسته نباشی. ببخشید از هفته گذشته تا حالا خانمی به نام ایران منش بستری نشدن؟ خانمه؟ ایران منش. چند لحظه صبر کنید من چک کنم. نه خیر، بیماری به همچین اسمی نداشتیم. ممنون خانم. خیلی ممنون. بچه آقای نیکزاد اومد. چی شد؟ اومد. چی شد؟ نبو کردم. بریم بهش خبر بدیم. الو، بوسه سلام، مخلصتم، حامدم. بوسه میگن تعمیر این موتور ما تمام شد؟ شما الان 3 روزه این موتور رو نگه داشتی، میگی 2 روز دیگه هم صبر کن؟ باشه بوسه، پس خبر از شما. فکر کنم هم اینجا باشه. سلام. بفرمایید. ببخشید منزل استاد ایران منش اینجاست؟ نه، از اینجا رفتن. شما نمیدونین کجا رفتن؟ 2 خیابون پایین‌تر مجتمع مبعث. آدرس دقیق‌تری ندارین ازشون؟ نه، فقط میدونم مجتمع مبعث. دست شما درد نکنه. ممنون. خدا نگهدارت.
شاکریم. الو احمد جان سلام، خوبی داداش؟ مخلصتم آقا. من میخواستم ببینم. نه واسه اون موضوع نیست، خواستم ببینم یه مقدار پول داری به من قرض بدی، من چند روزه بهت پس دادم. نه بابا اختیار داری. آره تو این چند روزه میام میبینم. مخلصتم، خدا نگهدار. خیلی عالی. چی شده دختر بابا یادش رفت سلام کنه؟ سلام، باهاتون قهرم. چرا؟ چیزی شده؟ مگه قول ندادید مادر جون بیاد دنبالم؟ آره، قول دادم، ولی مادر جون رفته مسافرت. پس چرا من نبرد؟ چون تو مدرسه داری، وقتی مدرسه تموم شد ما هم میریم پیش مادر جون. قول؟ آره، قول. قول قول؟ آره دخترم، قول قول. حالا بخند. سلام. سلام. ببخشید آقا، شما نمیدونید منزل استاد ایران منش داخل کدوم ساختمونه؟ بله بفرمایید، امرتون. شما ایشونو میشناسین؟ بله مادرم هستم. ما میتونیم استادو ببینیم؟ ایشون تشریف ندارن، رفتن مسافرت. ببینید ما میخواییم یه فیلم در مورد زندگی استاد آثارشون بسازیم. متاسفانه خدمتون عرض کردم که ایشون رفتن مسافرت. خب شما زحمت بکشین وقتی ایشون اومدن به ما یه تماس بگیر. اینم شماره من خدمت شما. شما هم لطف کنین شمارتون رو بهم بدین. بله حتما. 0935 حالا بشیم. چیزی شده؟ میخوام تنها باشم. من نباید بدونم؟
مامان من گشنمه. اومدم مامان جان. خب مادر بیچاره من جای کیو تنگ کرده بود؟ لطفاً احسان باز شروع نکن. همه جا رو دنبالش گشتم، هیچ خبری ازش نیست. اگر به خاطر کچخلقی های تو نبود اون الان اینجا بود. متاسفم، واقعا متاسفم. بچه های مردم میخوان از زندگی مادر من فیلم بسازن، اون وقت من... مامان گشنمه. مامان اومدم عزیزم، اومدم. زود بیا غذا سرد میشه. باز هم موی مرا مادرم شانه زده، روی پیراهن من نقش پروانه زده. مادرم داره به من کیف زیبا نرو هست امروز عشنگ همه سیدا همه جا. پدرم باز مرا می سپارد به خدا، می کشد بر سر من دست پومه وش را. روی لبهای همه خنده مهمان شده است، موقع رفتن من به دبستان شده است. آفرین. چه بلند شدی؟ بگی بخواب. تم بگی بخواب، شما هم بگی بخواب. چشاتون رو ببندین. فردا میریم پارک باشه؟ خورم. خب دیگه خوابیدین؟ آره. شب بخیر بچه ها. خدا رو شکر حالت بهتر شده. الهی شد. آفرین دخترم. خب همینجوری تحمل کن تا خوب بشی. شرط زیاد ازش نمیخوام. باید بپذیره. خیلی سرسخته، ولی با شرایطی که داره مجبور قبول کنه. نمیخوام اجبار باعث بشه. این تنها راهشه. سلام. سلام. حالشون چطوره؟ ببخشید شما؟ آقای نیکزاد هستن، کادر بیمارستان، همه ایشون رو میشناسن. ببخشید دخالت میکنم، قسم کمکه، میخواستم از حالشون با خبر بشم. خوبم، ممنون. میخواید آدرس ما رو داشته باشید؟ اگه به کمکمون نیازی شد هماهنگ کنید. باشه حتما. کارت آقای نیکزاد هست، کاری داشتین تماس بگیریم. لطف کردی. متشکرم. زیتون بذارم برا عروس های خوانو. کافی آمد برس احساد چه سلام آقا، یه آدرس دارم، میتونین کمکم کنید؟ بلد نیستم کجاست. اینه. بله این آدرس رو بلدم، کرایش هم میشه 2700. ببخشید کیفمو جا گذاشتم. منم معذرت میخوام، الان هرچی فکر میکنم میبینم این آدرس رو بلد نیستم. اشکال نداره، شما آدرس به من بده، من پیاده میرم. خانم دارم میگم آدرس رو بلد نیستم. آقای محترم الان گفته بلدم. الان بلد نیستم. چی شد؟ تونستی کنترل کنی؟ حالا جورش میکنم، نگران نباش. فکر کنم من بتونم جورش کنم. از کجا؟ بیا بریم بعد توزیم.
خسته نباشی. سلام، بفرمایید. با آقای نیکزاد کار داشتم. وقت قبلی داشتید؟ نه، اما خودشون گفتن هر موقع کاری داشتم میتونم تماس بگیرم. بعد حتما وقت قبلی داشته باشید خانم. اما من کارم واجبه. متاسفم، بدون وقت قبلی امکان پذیر نیست. خب حالا شما یه تماس بگیری، تماهنگی کنی، شاید قبول کنم. شما سرکار خانومه؟ بی تا رنج برست. تشریف داشته باشین، هماهنگی کنم؟ ممنون. خشم. جناب نیکزاد، خانم رنجبر تشریف آوردن، میتونم بفرستمشون بالا؟ ممنون. بفرمایید بالا، خواهش. ممنون. قبلا هم بهتون گفتم من از شعار دادن خوشم نمیاد. این نوع تبلیغات هم عملا شعار دادنه. باشه، اونم نامشو بنویس، بعد به تماس میگیرم. بفرمایید. سن خیلی خوش آمده. اگه میشه بیرون باش، من خودم باشون صحبت کنم بهتره. باشه، بیرون منتظر. سلام جناب نیکزاد. ببخشید مزاحمتتون شدم. چیز میل دارین؟ ممنون، بیرون زحمت کشیدن، پذیرایی کردن. برادرتون بودن؟ نه، همسر خواهرم است. خب در خدمتم، بفرمایید. غرض از مزاحمت. اشکال نداره، من کل هزینه‌های عملو پرداخت میکنم، فقط یه شرط داره. چه شرطی؟ خسته نباشید دکتر. سلامت باشید. خبری نشد؟ بیمار تازه به هوش اومده. یعنی الان میتونم ببینمش؟ وضعیت بیمار من جوری نیست که اجازه ملاقات به شما بدم، شاید با دیدن شما دچار استرس بشه. الان حالش چطوره؟ خدا رو شکر روند درمانش خوب بوده، امیدوارم همینجوری پیش بره. عمل سنگینی بود. حدودا کی میتونم باهاش صحبت کنم؟ بیمار من از مرگ برگشته و من تا مطمئن نشم خطری براش نداره اجازه بازجویی به شما نمیدم. دست شما درد نکنه. تماس گرفتم، آژانس منتظره. ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ. به سلامت. باز کنید، بی ترنج برست. بفرمایید. سلام. سلام، خیلی خوش آمدین. ممنون. بفرمایید یه پذیرایی بشید. نه ممنون، عجله دارم، میخوام برم، همسر خواهرم بیرون منتظرم. لطفاً بریم سر اصل مطلب. خیلی خوب، بفرمایید. ویتا، ویتا،
بیتا بیتا بایستا به چی نگاه میکنم بیتا بیتا بایستا بیتا 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 به چی نگاه میکنی تو؟ الو الو اورژانس حالش چطوره خانم؟ یکم فشار عصبی بهش وارد شده. سرومش که تموم شد میتونیم ببریمش. خیلی ممنون. تو مدرسه یه نقاشی کشیدم. دایی همه شما توی اون نقاشی بودی. واقعا دایی جون؟ آره. بعد وقتی نشون خانم معلمم دادم، خانم معلمم به هم این جایزه رو داد. الهی قربونت برم دایی جون. هی سلام، اسمت چیه؟ هستی دایی مامانم اومد. مامان سلام. سلام عزیزم. مامان دایی همه درازه داری. به به آقا آمد، یادی از فقیر فقرا کردی؟ بیا بشین کارت دارم. پس درست تد زدم کار داشتی اومدی، وگرنه ما که آدم نیستیم بهمون سر بزنی. مگه من با تو حرف میزنم؟ مگه من با تو نیستم ها؟ دارم با تو حرف میزنم. چیه؟ رگ غیرتت باد کرده؟ امروز تو اون خونه چه غلطی میکردی؟ برو از خودش بپرس. اونم به موقعش. اون شوهر بی غیرتت میدونه تیپ میزنه میره خونه های بالا شهر؟ حامد خجالت بکش. بعد چرا خجالت بکشم ها؟ دیگه من... اسم خجالت تو جلو من نیار. تو اونجا چه غلطی میکردی؟ بعد یک سال اومدی به ما سر بزنی، به جای اینکه احوال ما رو بپرسی داره به من تهمت میزنی. خجالت بکش حامد. مجیدم یکی مثل تو الان چند ماه ازش خبر ندارم. دیگه عقل نداری بری تو. زندگی شخصی خودمه، به خودم ربط داره. یه بار دیگه تو برو اون تو اون خونه ببین قلم پاتو خورد میکنه. خانم کرایه تو نمیخوای بدی؟ خانم کرایه نمیخوای بدی؟ یعنی چی آروم باش بابا؟ از سر صبح میاد سر مسخره بازی. خانم کرایه بده آقا. صبر کن ببینم آقا چی شده؟ آقا چی شده کرایه؟ حالا چی شده قربونت برم؟ چی شده؟ کرایه چقدر میشه؟ چقدر؟ 5 تومن. 5 تومن آقا. 5 تومن. برو بشین تو ماشینت. برو تو هم برو بشین. مسخره شده. برو بشین. برو بشین. کجایی شما پس؟ بده من قربونت برم بیا بده برو خوبی مادر جان؟ فدای سره بشی میرسونم. بیتا بیتا جان چی شده؟ جور کردی؟ جور میشه
نگران نباش، تو خسته‌ای، برو خونه استراحت کن، من اینجا. باش. سلام. الو چی شده بیتا؟ اونو میگی یادم رفت بهت بگم، تو هم میتونی ازش پذیرایی کن، اون حلال مشکلاتمونه. حامد تو حالت خوبه؟ من میگم داشتم از ترس میمردم. ترس نداره که، بی آزاره بی آزاره. حامد میگی این کیه یا زنگ بزنم به پلیس؟ نه تو رو قرآن به پلیس زنگ نزن بیتا. پس بگو کیه. حالا بعدا برای توضیح میدم، داستانش مفصله. من الان باید چیکار کنم؟ میترسم. قرار نیست کاری بکنی، فقط برو تو اتاق درم قفل کن. خب خدا نگهدار. بیتاست. خب جواب شده. هیچ معلومه کجای تو دختر؟ باش عزیزم، قربونت برم، خدا. الان حالش چطوره؟ حالش که اصلا خوب نیست، داروهاش هم دیگه تأثیری نمیذاره، دکترش گفته باید عمل بشه. اگر کمکی از دست ما برمیاد بهمون بگین. نه ممنون. راستی شما چی کار کردی؟ فعلا استاد رفتم مسافرت، ولی یه تعداد فیلم هست که میخواستیم اونا رو بدیم شما، زحمت تدوینش رو بکشید. ایشالا بعد که استاد برگشتن ما بقیش رو میگیریم میدیم خدمتتون. باشه خوبه. پس این خدمت شما باشه تا بعد. حتما. لطف کردید. ممنون. خوش آمدید. ممنون. با اجازت. خدا نگه. این چه کاری آقا؟ بله شما خانومی به اسم پروانه رو میشناسی؟ شما؟ مهم نیست من کیم، یک کلمه جواب منو بده، میشناسی یا نه؟ قرار نیست به شما جواب پس بدن. باشه به من جواب پس نده، ولی به پلیس جواب بده. نیاز نیست به پلیس تماس بگیری. خب میشنوم، بگو. خسته نباشید. ممنونم. من با آقای نیکزاد صحبت کردم، قرار شد که با شما هماهنگ کنم. خیلی هم خوب. فرم پر کردی؟ بله.
تشریف ببریم، ما باهاتون تماس میگیریم. خواهش میکنم، روزتون خوش. خدا نگهدار. تشریف ببریم بالا شما. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام. بفرمایید. خواهش میکنم. پروانه صابری هستم، لیسانس کودکیاری. آهان، برای منشی بود؟ برای پرستاری اومدم. گفتین اسم فامیلتون چی بود؟ پروانه صابری هستم، لیسانس کودکیاری دارم. گفتین سابقه کاری ندارین؟ ندارم. با توجه به مدرک تحصیلشون فکر میکنم به درد کار ما بخورن. هماهنگ کنید لطفاً. باش، انشاءالله بررسی میکنیم، هماهنگ میکنیم باهاتون. ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. پدرم باز مرا می سپارم به خدا، می کشد بر سر من دست پرمهرش را، روی لبهای همه خنده مهمان شده است، موقع رفتن من به دبستان شده است. آفرین. این کل ماجرا بود. بریم. یه لطفی بکن، دنبال یه نفر دیگه واسه استخدام بگرد. خب بشین تو ماشینت، برو. شما هم بشین. به سلامت. به چی زور زدی تو این بزن؟ میدونین یعنی چی؟ یعنی آدم ربایی. میدونی مجازاتش چیه؟ آدم ربایی کدومه؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ اینا خودشون تو روزنامه آگهی کرده، هر کی پیدا شد گونه بهش پول میدن. حامد یا بنده، نه آدم ربا. من به خانواده‌ات زنگ میزنم. اگه پولشون کم بود. کم و چی؟ چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ الو. سلام آقا، ببخشید بابت این آگهی که داده بودید مزاحمتون شدم. بله بله دیدمشون، میخواستم ببینم مژدگونی که در نظر گرفتی چقدره. چقدر؟ مرد حسابی تو بهم میگی مژدگونی؟ خوب گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. تا فردا ساعت 12 رأس ساعت 12 وقت داری 50 میلیون تومان ردیف کنی، وگرنه دیگه مادرتو نمیبینی. آره آره من دیدمش، منتظر تماسم باش. سلام قزل، یه آدرس گذاشتم رو گوشی، چکش بکن. بیا به این آدرسی که برات فرستادم. آره آره خدافظ. پاشو مادر، پاشو باید بریم از اینجا. کجا؟ پاشو. Thank you.
والا. مادر جان سلام. کجای شما قربونت برم؟ بیا میوه گرفتم نوش جونت. مادر جان الهی دورت بگردم من. کجای شما پس؟ یالا مادر جان. یالا وضعیتی تو برام رو انداختی. دم به دقیقه در این خونه رو باز میکنم میای تو. علیک سلام. به به عجبی، بالاخره ما شما رو زیارت کردیم. مرد حسابی، هیچ میدونی 3 ماه اجاره خونه تقب افتاده؟ افتاده که افتاده، فدای سرم. این دلیلش تو هر دقیقه بیای تو این خونه که اینجا آدم زندگی میکنه. منم جلو رود وایسادم. اصلا میدونی چیه؟ مهلت شما تمومه. 1 هفته بیشتر وقت نداری اینجا رو تخلیه کنی. متوجه شدی؟ آره عزیزم متوجه شدم. بفرمایید بیرون. حالا کوتو یافت. بفرمایید. ببخشید. آقا ما اصلا منصرف شدیم از اجاره کردن این خونه. کارو درست کردی. بفرمایید بیرون، ان شاءالله جای بهتری گیرتون میاد. بفرمایید بیرون شما. شما وایس. دفعه بعد در این خونه رو بدون اجازه باز میکنید. فهمیدی یا نه؟ میبینم. الو کجا بردیش اینو؟ بی تو به قرآن مجید قرار شده 50 میلیون تو من ازشون بگیرم. همین چی خراب نکن، گوش بده ببین من چی دار. الو بی تو باش اشکالی نداره. الو سلام علیکم خانم، احوال شما؟ خانم ببخشید من می‌خواستم ببینم که چند دقیقه پیش با همین شماره تلفن تماس داشتن خدمت شما. می‌خواستم ببینم کجا بوده مقصدشون. اشتراک 2018. یعنی چی نمیتونی بگی خانم؟ گوش بده ببین چی دارم بهت میگم. این کسی که با شما تماس گرفته خواهر خانم بنده بوده. ایشون یه بیماری شدید روانی داره. اگه رفت بیرون اتفاقی براش افتاد مسئول شمایی. همین الان دارم بهت میگم. نگی نگفتی. الو کجا خانم؟ صداتون قطع. الو بله بله فهمیدم. یه زنگ بزن ببین چرا نیومدن. خانم موبایل داره زنگ میخوره. بله چشم، ما تا 5 دقیقه دیگه به شما میرسیم. خداحافظ شما. کی بود؟ همون که مژدگانی میخواست. یا خدا الو چی شد؟ پولو ردیف کردی؟
آره بابا حالش خوبه اینجاست. یه ساعت بیشتر وقت نداری یا دوباره با تماس میگیرم. بیا بیرون کارت دارم. نه چی؟ کجاست؟ کی کجاست؟ خودت میدونی کیو دارم میگم. آه اونو میگی جاش امنه، خیالت راحت، نمیخواد دلت چور اونو بزنه. حامد ما مشکلاتمون خیلی بیشتر از اینه. خواهش میکنم تو بدترش نکن. من باید برم. حامد سب کن کارت دارم. من پیشنهاد بهتری برات دارم. حامد من نیازی به پیشنهاد تو ندارم. سب کن ببین چی بهت میگم. یکم سریع‌تر برو گمش نکنی. بدن هیچ کاری نمیخوری. قربونت برم. خب پروژه به کجا رسید؟ اونم یه سری مراحل اداری داشت، یکی دو ماه دیگه تمام بود. خدا میارزید به درد سرش؟ یه خورده سخت بود ولی حل شد. من دارم صدا میزنم، میتونم از حضورتون مرخص شدم؟ بفهم باشد. خواهش میکنم قایمونت من جم. خیلی خوشحال شدم، میبینم ات میرم سر میزنم. سرت خلوت شد بیا خطم. من هستم فیلم خستم در فیلم قایمونت برسیم. قایمونت برسیم عزیزم. مادر جان غذا تو خوردی؟ آره خوردم. پس بلند شو یواش یواش بریم. آقا ببخشید صورت حساب ما چقدر شد؟ صورت حساب شما حساب شده. حساب شده؟ کی حساب کرده؟ ایشون حساب کرده. مادر بلند شو بریم. بلند شو بلند شو بلند شو بلند شو. هر اتفاقی افتاد دنبال من دارم. Thank you.
لشو چه جوونه مظلومی؟ مشکل پسر سیت قرض گرفتی ایستان سو بشه میشنوی؟ آره؟ میشنوی؟ تا امشب پولو جور نکنی دیگه مادرتو نمیبینی. من نمیدونم بین خواهر شما و بیتا چه اتفاقی افتاده، فقط همینو میدونم که الان بیتا نزدیک یه سال قرص اعصاب مصرف میکنه. یه خورده بهش وقت بدید، دختر خوبی. نوست شما، من به خاطر این موضوع اینجا نیومدم. الان چند وقت آرزو همسرم مریض تو بیمارستان نوبت دریافت عضو، ولی عضوی پیدا نشد. الان که خدا خواستم همیشه جور شده، من نمیتونم پولشو بدم آقا. بیتا خانم همه چی رو واسه من تعریف کرد. شرطمو نپذیرفت. لطفا بریم سر اصل مطلب. خیلی خوب، بفرمایید. حلالش کنید. تو اون خونه چی دیدی بیتا؟ با برون بازی کرد، چند تا از عکسای شخصی با تو دنیای مجازی پخش کرد، منو جلوی هم دانشگاهی هم انگشت‌نمایی کرد. نتونستم طاقت بیارم، انصراف دادم. حالا اینه یه تیکه گوشت افتاده روی تخت، نمیتونه حرکت کنه. به من میگه حلالم کن، منو ببخش. میخوای چیکار کنی؟ نمیبخشمش، نمیتونم ببخشمش. اما نگران نباش، شما عضو دریافت میکنید. الو جانم بیتا. چی؟ امروز خدا رو شکر باشه اومد. خداحافظ. ازت ممنونم. شما مادر بهار جون هستی؟ تو باز رفتی پولاتو افامل کردی؟ چند بار بهت بگم به فکر آینده خودت باش. الهی قربونت برم، آینده یعنی بهار کوچولو. بهار جون یعنی آینده، یعنی جیگر خالش. عزیزم دستت درد نکنه. تو خود
خوشگله. چی شد آقای دکتر؟ متاسفانه تو همون لحظات عمل بیمار به کما رفت. چون بیمار خوشحالش از دست داده نمیتونیم اون رو پیوند انجام بدیم. فقط هرچه سریعتر باید برای تولد نوزاد اقدام کنیم. چون اکسیژن کافی به نوزاد نمیرسه. من برگه اهدا از دار امضا کردم. امضا کردم. امضا کردم. آدم این صحنه ها رو میبینه لذت میبره. بالاخره یه کار مفید تو زندگیت انجام دادی. قربونت برم. با رفتن آرزو درس بزرگی برای من و جامعه فعلی ما رقم خورد. آرزو با اهدا کردن اعضای بدن خودش به بیمارانی که نیازمند این اعضا بودن زندگی دوباره را هدیه کرد. زندگی که هر نفسش را باید به غنیمت شمرد. به نظر من آرزوهای بسیاری متولد شدن که این خود نعمت بزرگی است. خب لازم به ذکر میدونم که مطلب مهمی رو بیان کنم. اینجا جا داره که از زحمات بی دریغ نیروی انتظامی تشکر فراوان را داشته باشم، چرا که با تلاش شبان روزی خود باعث آزادی استاد ایران منش و با دستگیری خلافکاران آنان را به سزای اعمال خیش رساندند. بچه بیاین، استاد اینجاست. سلام 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 س
بچه‌ها کتاب خوندی؟ بله استاد. عالی خوب بود. فوق العاده. آخر داستان چه جور بود؟ عالی استاد. خیلی عالی. تاثیرگذار. خیلی تاثیرگذار. خدا رو شکر. وقتی کاری که تاله خوندی متفاوت بود. واقعا جذاب بود. واقعا جذاب. ما نابلستان یه سلفی بگیریم استاد. خیلی عالی. موافقم. باشه. همه هستن؟ درسته. همه دقیقاً.